عبیدالله در آنی از لحظه که وارد کوفه می شود با دستان خالی اما با تدابیر سیاسی سعی در برهم زدن معادلات کوفه داره در این حال جاسوسانی رو میگماره برای اینکه بتواند از چند و چون شهر کوفه مطلع بشه که ما عرض کردیم که داستان معقل که موجب کشف محل اختفای مسلم ابن عقیل میشه از آن جمله هستش کار دیگری که عبیدالله انجام میده کنترل راه های ورودی و خروجی کوفه هست که با در واقع بزرگان سپاه خود همچون حسین ابن نمیر سکونی سعی میکنه به نوعی گشتی هایی رو در اطراف کوفه قرار بده که ما عرض کردیم افرادی مثل حرب ابن یزید ریاهی که جلوی حسین رو گرفتن از آن جمله بودن همین توانستند توانستن نام و پیک هایی که از جانب حسین میآمد یا از جانب کوفیان میرفت رو جلوی اونها رو بگیرن که ما در کشته شدن عبدالله ابن یقتور که از طرف حسین آمده بود ما میتوانیم این رو ببینیم یا قیس مسحر سیداوی رو که اونها نامبران حسین بودن که دستگیر شدن بنابراین عبید الله سعی کرد از همه نظر جلوی این موارد رو بگیره و جالبتر این که عبید الله حتی به افرادی که مشکوک شد و اونها رو دارای سابقه بدی در زمینه قیام میدانست هم در واقع رحم نکرد او میسم رو که به نام میسم تمار معروف بود همینطور عبید الله ابن امرو ابن عزیز کندی و دیگران رو در جلوی خانه و عشیره خودشان گردن میزنه و جالبترین مطلب این هست که ما میبینیم که شیعیان هیچ اقدامی برای این عمل در واقع جلوگیری از این عمل به عمل نمیارند. این منفعل بودن مسئله بسیار بزرگی است که باید با نگاه دقیقی اون رو نگاه کرد بنابراین او وقتی این افراد رو جلوی خانواده و عشیره خودش گردن میزنه شیعیان به نوعی در حالت انفعالی هستند و حتی مسلم هم دست به اقدام عملی نمیزنه تا زمانی که موضوع دستگیری هانی ابن پیش میاد خب اشاره شد که عبیدالله از چند جهت سیاست خود رو پیگیری می کرد تا به نوعی قیام مسلم و حسین رو در هم بشکنه یکی از این راهها که عرض کردیم به منظور کشف محل اختفای مسلم بود و او معقل رو میفرسته و معقل میتواند محل اختفای مسلم رو تشخیص بده که در خانه هانی ابن اروه هست اما مسادر تاریخی به نوعی در اینجا دوچار یک اشتباه شدن در واقع اونها اشاره میکنند که هانی ابن اوروه در زمانی که عبید از شیوخ و بزرگان کوفه خواسته بود که به محضر او بیایند هانی ظاهرا حاضر نمی شود و اشاره میکنند که او بیمار هست برخی های دیگر اشاره کردند که شریک ابن اعور هم در خانه هانی بیمار بودی و به نوعی خواستن اشاره بکنن که مسلم که در خانه هانی بود به نوعی فرصت داشته که عبیدالله که برای عیادت هانی آمده او رو ترور بکنه اما به نظر من این مطلب با توجه به برخی داستانهای دیگر همخان نیست به دلیل اینکه اولا با توجه به جاسوسی همچون معقل که متوجه شده بود مسلم در خانه هانی هست و قطعا آنجا پایگاه قیام به حساب می آید بعید بود که عبیدالله با آن تعداد کم وارد خانه هانی بشود و بعد خود رو در توطئه ببیند که وقتی هانی یا حالا برخی ها نوشتن شریک ابن اعور گفته از آب به من بدهید مسلم قصد ترور رو او رو داشته باشه بنابراین این مطلب چندان همخان نیست اما در گزارش دیگری آمده که عبید الله وقتی بزرگان کوفه رو دعوت میکنه و هانی ابن اولور رو نمیبینه به افرادی مثل شبس ابن ربعی و اسماع خارجه دستور میده که شما روز جمعه که برای نماز هست به سراغ هانی بروید و هر طور که شده او رو به مسجد بیاورید. بنابراین این الله این مطلب رو میدانسته به دلیل اینکه وقتی نماز تمام می شود عبید الله و هانی وارد دارالخرافه می شود و در آنجاست که عبید الله به هانی می گوید که تو بر علیه من توطعه می کنی و خانه خود را محل قیام قرار دادی جالب این هست که هانی در ابتدا این مطلب رو کتمان می کنه و اینکه با افراد مختلف در حال توطعه بر علیه خلیفه هست رو نمی پذیر. در اینجاست که ظاهرا عبیدالله الله معقل رو احضار میکنه و وقتی هانی میبیند که معقل کسی است که به خانه او رفت و آمد داشته و مخفیگاه مسلم رو میدانسته متوجه میشود که اوضاع از چه قراره بنابراین دیگر نمیتواند محل اختفای مسلم رو به نوعی کتمان بکنه بنابراین آن گزارش اولیه که میگوید عبیدالله الله به خانه هانی رفت و مسلم فرصت ترور داشت اما اشاره کرد که یاد حدیثی از رسول خدا افتاده که گفته از مسلمان رو نمیشود ترور کرد اینها خالی از وجهه چون عبیدالله بسیار زیرکتر از آن بود که وقتی محل اختفای مسلم رو دانسته و خانه هانی و پایگاه قیام با تعداد کمی از افراد خودش وارد آنجا بشود بنابراین آن گزارش دوم درست هست که عبیدالله سعی کرد به واسطه افراد معروف کوفه همچون شبس ابن ربی و اسما ابن خارجه هانی رو به نماز جمعه بیاورد و بعد به دارل کوفه بیارد اما مطلب رو ادامه بدیم زمانی که هانی متوجه شد در حضور معقل که عبیدالله داستان مسلم رو فهمیده و دروغ حرفایش برملا شده سعی میکنه حالا از در مسالمت با عبیدالله بر بیاید او میگوید اگر هم بخواهی اکنون میتوانم به تمام معنا با تو بیعت نمایم که در صدد آزار تو بر نیایم و اسباب ناراحتی تو را فراهم نسازم و آماده بیعت با تو باشم و اگر هم بخواهی ممکن است گرویی به تو بدهم که رفته و نامبرده را از خانه خود خارج سازم منظور مسلم هست و بدین وسیله تعهد میهمان نوازی او را از گردن خود بردارم اما ظاهرا هانی از تسلیم کردن مسلم ابا میکنه فقط میگه من میرم و اون رو از خانه خودم خارج میکنم که این مطلب رو نمیپذیره و دستور میده هانی رو ببرند و در کنار اشیره و قبیله مزهج که قبیله او بود او رو گردن بزنند و نکته شگفت انگیز این هست که وقتی حانی رو میبرند که از بزرگان مزهج هست فریاد میزند که کجایند مردم مزهج کجایند طایفه من کجایند خیشاوندان من هیچ کس به او پاسخ نمیدهد یعنی درایت عبید الله به نحوی بود که حتی آن قبیله و عشیره هانی نیز در برابر او سکوت میکنند جالب این هست که زمانی که هانی رو میبرند برخی از قبایل و توایف او آمده بودند در کنار درب دارالعماره و به نوعی خواستار هانی شده بودند که ظاهرا شریح قاضی که در آن زمان و قبل از آن مثلا در زمان علی قاضی کوفه هم بود آمد و از سلامت هانی خبر داد و به نوعی اشیره او برگشتن اما ظاهرا وقتی آنها هم متوجه شدند که هانی در این جریان بی تقصیر نیست دست از حمایت برداشتند. جالب این هست که شاید هانی هنوز معتقد بود در آن زمان که قبیله و اشیره او از او پشتیبانی خواهند کرد اما وقتی او رو در کنار در واقع طایفه و قبیله او میبرند که ظاهرا در یک بازار گوسفند و غصابی گوسفند بوده او را همانجا گردن میزنند هیچ کدام از طایفه و اشیری او بیرون نمیآیند این نشان میدهد که سیاست های تا چه اندازه توانسته بود در مردم کوفه و حتی یک قبیله ارعاب و وحشت ایجاد بکنه نکته جالبی که اینجا باید اشاره بکنیم این هست که علاوه بر خود طایفه و عشیره هانی دیگر شیعیان هم در حالت ارعاب بودند به غیر از مسلم که حالا اشاره میکنیم بعد از دستگیری هانی سعی میکنه ای رو جمع آوری بکنه و به دارالاماره کوفه حمله بکنه از مابقی بزرگانی که به حسین نامه نوشتن مثل سلیمان ابن سرد خزائی، رفاعت ابن شداد، همینطور مسلم ابن اوسجه و مختار سقفی و دیگران هیچ چیزی نمی برخیها اشاره کردند که به نوعی مختار توسط عبیدالله دستگیر شد، برخی ها این مطلب رو به بعد از کشته شدن مسلم نسبت دادن اما مهم این است که هیچ کدام اینها در صحنه ای که محل بررسی است حضور ندارند جالب این هست که سلیمان ابن سرد خزائی که از متولیان نامنگاری اولیه به حسین بود و به نوعی زعیم شیعیان طرفدار حسین به حساب می آمد بارها از این سستی ها انجام داده از جمله نصر ابن مزاحم در کتابی که مربوط به سفین هست نگاشته در مورد جنگ جمل مطلبی رو یاد میکنه از علی در در واقع مخاطب قرار دادن سلیمان این متن رو من میخوانم او اشاره میکند تو دوچار تردید شدی و گوش ندادی و نیرنگ به کار بردی در حالی که نزد من موثق مردم بودی و چنان میپنداشتم که سریع عمل کنی چه چیزی بران داشت که از اهل بیت پیامبر دست برداری و چه آمدی تو را از یاری دادن به آنها بیمیل ساخت در واقع اینجا علی سلیمان ابن سرد خضایی میگوید که تو اهل اهمال و سستی هستی و جالب اینجاست که این افراد رو ما میبینیم با آن عده و عده در برابر عبید تا چه اندازه منفعل هستند که یکی از بزرگان رو میآورند در جایی که کشتارگاه حیوانات هست در کنار قبیله خود و اشیره خود او رو گردن میزنند و هیچ کس هم تکان نمیخورد این نشان درایت سیاست عبید که توانسته بود بین نیروهای مسلم انشقاقی رو به وجود بیاره اما خود مسلم سعی کرد بعد از دستگیری هانی وارد عمل بشه در واقع مسلم سعی کرد با جمع آوری نزدیک به چهار هزار نفر از کنده و مزهج و تمیم و اسد و همدان حرکت بکنه به طرف مسجد و بازار کوفه به نوعی که گزارش ها اشاره می کنن که بسیاری از افراد با مسلم همراه شدند از جمله این افراد عباس جدلی است که این مطلب رو روایت میکنه او اشاره میکنه چون با عقیل حرکت کردیم چهار هزار نفر بودیم پس اینجا اولین مطلب این هست که از آن دوازده تا هجده هزار نفری که گفته میشد با مسلم بیعت کردند تا این لحظه فقط چهار هزار نفر در کنار او هستند بعد اشاره میکنه اما هنوز به دارالعماره نرسیده بودیم که تعداد به 300 نفر کاهش یافت همین تعداد نیز به هنگام نماز عصر به سی نفر کاهش یافت و زمانی که به نماز مغرب رسیدیم حتی یک نفر هم در کنار مسلم نمانده بود بنابراین این نشان میدهد که سیاست عبید الله در جلب منافع بسیاری از بزرگان و به نوعی پراکنده کردن اونها از کنار مسلم بسیار سودمند بود تا زمانی که کار به مرحله عمل رسید ما میبینیم هیچ کس در کنار مسلم نمانده بود مطلب این هست که مسلم وقتی اوزارو رو بدین گونه میبینه به خانه یک زنی که ظاهرا از موالیان فرزندان محمد ابن اش هست پناهنده میشه عبید الله وقتی این مطلب رو متوجه میشه خود محمد ابن اش رو میفرستد با دی سرباز تا مسلم رو بیاورند در واقع ابتدا محمد ابن از سعی میکنه مسلم رو مجبور به تسلیم بکنه و دستش رو به خون او آلوده نکنه حتی جالب این هست که خود محمد ابن اش سعی میکنه برای مسلم امان نامه بگیرد و در واقع او به مسلم میگوید من به تو امان میدهم جالب این هست که عبید الله چون این مطلبی رو به محمد ابن مسلم هم نگفته بود و زمانی که مسلم ابن عقیل دستگیر میشه و به دارول اماره می الله به او میگوید که ما تو را برای دستگیری فرستادیم نه برای امان دادن به مسلم اما در واقع مسلم در آن لحظه سعی میکنه به محمد ابن اشعث بگوید که پیکی به سوی حسین بفرسته چون ظاهرا بنابر آنچه که شیخ مفید در ارشاد خود آورده 27 روز یا تقریبا در این زمین روزها یعنی 27 روز یا 27 شب قبل به نوعی مسلم نامه‌ای به حسین نوشته بود و از او خواست که به طرف کوفه حرکت بکنه حال که مسلم اوزار رو بدین نفتی سعی کرد از محمد ابن اشعث بخواهد که پیکی به طرف حسین بفرسته تا او رو از آمدن به کوفه باز بداره ظاهرا پیکی به نام عیاس ابن اسعل از قبیله تایی بود فرستاده شد که بتواند به حسین این خبر رو بدهد در همین زمان عبیدالله بعد از اینکه هانی رو دستگیر میکنه و در محله مزهجی ها او رو میکشه بسیار راحت وارد مسجد کوفه میشه و باز هم به تهدید مردم کوفه میپردازه و جالب این هست که هیچ کدام از کوفیان دست به اقدام نمیزنند و مشخص نیست واقعا آن هجده هزار نفر به کجا رفتند که عبیدالله بدین سادگی توانسته مردم کوفه رو از دور مسلم به کناری بزنه و با کشتن هانی به نوعی به عصبیت و نژاد و قبیلگی و وابستگی کوفیان به نوعی اهانتی عجیب بکنه در واقع ابیدالله وقتی مسلم و هانی رو میکشه که ظاهرا در همان جلسه ای که مسلم حاضر بود از ابیدالله الله میخواهد که به نوعی وصیت خودش رو بگوید و ابیدالله الله هم موافقت میکنه و عمر ابن سعد رو ظاهرا به عنوان وسیع در نظر میگیره مسلم از او میخواهد که پیکی به طرف حسین بفرستد و بگوید نیاید و از جمله در واقع بدهی دارد که باید اون رو پرداخت بکنه ظاهرا مسلم در زمان دستگیری خود به گریستن هم میپردازه که نشانه شخصیت منفعل اوست هرچند او و تواریخ نوشتن که او برای اینکه حسین در این دام نیفتد گریسته اما سستی هایی رو که ما قبلا از مسلم دیدیم و ذکر کردیم نشان میدهد او شخصیت بسیار منفعلی بوده و توانایی بسیج عمومی در این زمینه ها و به دست گرفتن قیام رو نداشته بنابراین وقتی عبید الله سر مسلم بهانی رو برای یزید میفرسته یزید در پاسخ او نامه ای رو میگوید و این نامه رو من خدمت دوستان عرض می کنم چون نکته مهمی دارد او میگوید تو چنان که انتظار داشتم عمل کردی با دوراندیشی و دلیری تو لیاقت خیش را نشان دادی و انتظارم را برآورده کرده ای رأی مرا در باره کفایت خیش تایید کرده ای و بعد در انتهای نامش اشاره میکنه خبر یافتم که حسین ابن علی روانه عراق شده است دیدبانی به گمار و پادگانهایی را ایجاد کن مردم مشکوک را زیر نظر بگیر و با گمانی نسبت به آنان دستگیرشان کن اما آن کسی را که نجنگید مکش در واقع اینجا هم باز میبینیم که یزید به عبیدالله تأکید میکنه که تا زمانی که جنگی به وقوع نپیوسته تو از کشتن امتناع بکن